بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق دانه ها و درود و سلام بر پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و سلام و شب بخیری خدمت تمامی شما بینندگان عزیز تلویزیون اصلاح. انشالله هر کجا که هستید لباس عافیت بر تن داشته باشید و در پناه ایزد منان ایام به کامتان باشد. عزیزان گرامی، شما را خوش آمدید میگم به یک دیگر از سلسله برنامه های آین زندگی. بنده معروف مبتهل هستم، میزبان برنامه، و جناب استاد غلام محمد صدیقی مهمان ما هستند و در آغاز جناب استاد را خوش آمدید میگم و بعد میریم سراغ موضوع برنامه و بحث که امشب قرار با شما از آن را دنبال بنماییم. در آغاز جناب استاد سلام دارم بر شما، خیلی خوش آمدیم به این برنامه. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله محمد و آله و اصحابه و من والاه. من عرض سلام و وقت بخیری دارم خدمت شما و کارمندان تلویزیون و همچنین بینندگان عزیزی که همزمان ما را از صفحه تلویزیون خود می‌بینند. امیدوارم لباس عافیت به تن داشته باشن و شب خوشی داشته باشن. تشکر جناب استاد. بله عزیزان گرامی، در فصل قرار داریم که فصل دانه و فصل کاشتن است. در آستانه بهاریم و خامخواه قبل از بهار باید کشت نمود تا اینکه دانه را در بهار بهتر بتانیم پرورش بدیم. موضوع امشب در رابطه با آبادی و اسلام و همچنان اهمیت قرص نهال در پهلوی از فضیلت و فضایل که داره و فضای سبز و محیط سبز را انشاءالله بحث خواهیم نمود. با ما همراه باشیم و از یاد نبرین که شماره تماس برنامه هم فعال است و از آنه که سوال دارم، پرسش دارم و یا هم تعلیق در رابطه به موضوع امشب ما دارم میشه که تماس بگیرم. 0729-15-19-68 در خدمت همه از آن قرار داره و او از آنه که تعلیقات گفتنی ها دارن در خدمتشان هست میشه که تماس داشته باشن. با شما میریم سراغ بحث و با ما همراه باشیم و از داشته برنامه انشاءالله که استفاده ببریم. جناب استاد، در آغاز برنامه سوال از روی موضوع آبادی و دیدگاه اسلام در رابطه با آبادی میشه که آغاز بکنیم که اسلام چی برنامه برای آبادی زمین داره؟ تشکر، سوال بسیار خوبی هست. اصل در این هست که وظیفه ما و شما به اساس آیه که الله متعال میفرماید هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، وظیفه آبادانی زمین هست. و در این آیه الله متعال میگه الله کسی هست که شما را از زمین و از مواد زمین یا خاک زمین آفرید و از شما طلب آبادانی و اعمار و آبادی زمین را کرد. آیه خیلی واضح هست و حکم از او و فرمان او بدون شک واضح هست و برای ما با وضاحت کامل بیان میکنه که یکی از وظایف عمده انسان آباد کردن و آبادانی و اعمار زمین هست. در پهلوی که خلق برای عبادت شده باید که آبادی زمین هم داشته باشند. دقیقاً اگر به آیات و احادیث پیامبر علیه السلام مراجعه کنیم، یکی از راه‌های عبادت الله و پرستش الله متعال که در او آیه میگه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یکی از راه‌های پرستش و عبادت همین آبادی زمین هست. آبادی که پیامبر علیه السلام همزمان همین کار را کردن و به اعمار زمین پرداختن و صحابه ایشان و تمام سلف صالح به همین ترتیب پرداختن. در یک از آیات الله متعال میگه فانظر الى آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلك لمحیی الموتى وهو على كل شيء قدیر. ای انسان، ببین به آثار رحمت الله متعال، اثرات رحمت الله متعال در زمین و زمان واضح و آشکار هست. بعد میگه نمونه از این رحمت الله متعال این هست که الله متعال در ابتدای سال یا در فصل بهار، فصل دانه و نمو و غرس و اینا، الله متعال زمین مرده را دوباره زنده میکنه و برای انسانهای پیام میرسانه که این الله متعال چنین وظیفه به شما هم سپرده و خود نمونتن این کار را میکنه. و البته این کار باید به دستان انسانها بشه و انسانها در این قسمت وظیفه دارن. از طرف دیگر آبادی زمین وظیفه‌ای بوده که برای همه انسان‌ها سپرده شده. اگر به زندگی انسان‌ها مراجعه کنیم و به زندگی پیامبران الله مراجعه کنیم، نمونه‌های از این خیلی زیاد می‌بینیم که همه انبیاء الله متعال و به ترتیب اشاره به این داشتن و عملاً یا وارد این کار شدن. زندگی نامه پیامبران علیه الصلاه و السلام سر تا سر آبادانی هست. حالا آبادانی به هر شکلی که باشه و نمونه‌های مختلف او
مثلا در زندگی حضرت آدم علیه السلام میبینیم که اولا وقتی به بهشت الله تعالی به او فرمان میده که تو به بهشت که میایی ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى، تو دلجم باش، مسئله غذاات و گرسنه نشدن تو به دوش مانه و لباس دادن تو همه به دوش مانه، ما به تو لباس میدیم. و انک لا تظمأ فيها ولا تضحى، از طرف دیگه رفع تشنگی تو هم وظیفه ما هست و تو از این ناحیه دلجم باش. معمولا انسان نیاز به این چیزا داره، نیاز به غذا و لباس و نوشیدنی و فلان داره. وقتی الله متعال او رو به زمین هم میفرسته، باز هم دقیقا همین بحث در اونجا هست که این غذا و آب و فلان و فلان همه آماده هست و تو باید زحمت در این مسیر بکشی و قدم برداری تا بتنی از چیزی که در روی زمین الله متعال گذاشته از او سهم خود بگیری و استفاده کنی. به همین ترتیب مشهور هست که میگن حضرت آدم علیه السلام دهقان بوده و پیشه دهقانی داشته، یعنی از به اصطلاح از رزق و روزی که الله متعال در زمین قرار داده بوده او استفاده میکرده و خرج و مصرف خود میکرده، به عبارت دیگر شکم خود سیر میکرده، تشنگی خود رفع میکرده و لباس به خود جور میکرده. این وظیفه از او بوده. به همین ترتیب حضرت ابوالانبیا ابراهیم خلیل علیه السلام به عبارت دیگر میگن او معمار یا بنا بوده که خانه کعبه هم آباد کرد و آبادانی خانه کعبه توسط او آبادستان فرزند او حضرت اسماعیل شد که نمونه ای از آبادانی و آبادی در زمین هست. و در مجموع وقتی به زندگی پیامبر علیه السلام و صحابین هم مراجعه کنیم، دقیقا همین رقم هست. در محیط مدینه اگر آبادی در محیط مکه اگر آبادی ظاهری نبود، آبادی باطنی، آبادی معنوی حتما در اونجا بود. و از طرف وقتی در مدینه میرن، مدینه بعد از یک مدت کوتاهی کاملا عوض میشه. از او یسره به اول نام تغییر میدن که میگن نه این مدینه هست، مدینه تو رسول یا مدینه طیبه، و بعد عملا به اساس آبادانی که هست و اساس کار و وظیفه و شغلی که هر کدام دارن و مسئولیت خود ادا میکنن، بعد از یک مدت کوتاه شهر مدینه یک شهر بسیار بزرگ میشه و مرکز فرهنگ اسلامی میشه و همه مسلمان ها از اطراف و اکناف کسانی که ایمان میارن میان به این شهر و از آبادانی او استفاده میکنن. حتی در سفر که از کعبه از مکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به مدینه دارم، در بین راه هم میبینیم به اعمار یک مسجد سهم میگیرن و دقیقا مؤسس یک مسجد به نام مسجد قبا در بین راه میشن. دقیقا جز اولین کارها و برنامه پیامبر علیه السلام بود که اعمار سرزمین، او هم اعمار یک مکان برای پرستش الله متعال که هم آبادانی ظاهری در دنبال داشته، هم آبادانی باطنی. و همین ترتیب استثناءن اگر در موارد مثل جهاد و اینا جهاد وقت میشه که نیاز به بعضی از کارها هست که ممکنه خود خامخواه در آیت هم الله متعال میگه که جنگ خامخواه مشکلات خود داره، تخریب داره و الی آخر. قالت ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذله. میبینیم الا استثناءن، حالت جهاد حالت استثنایی هست، اصل حالت صلح هست. در همون جمع حتی میبینیم که پیامبر علیه السلام و دین ما تأکید بر ای داره که باید متوجه حیوانات باشیم، متوجه پرندگان باشیم، متوجه سبزی ها، درخت ها، انگور، فلان، فلان، تاکه که هست موارد مستعدی باشیم، نشه که اینا قطعشه و باز ضرره به محیط و به جامعه و به افراد غیر نظامی و افرادی که در جنگ با شما نیستن برسه. و در مجموع میرسانه که دین ما واقعا اهمیت میده و راه حل داره و برنامه داره برای آبادانی و اعمار زمین. یک موضوعی است که جناب استاد میام یک عده انمی آبادی انجام میدن. گذشتگان بودن درختان زیاد قصر قرض کردن و شاندن و یا هم نهالای کوچک رشاندن که آنها زیاد از مردم در زیر سایه دارن زندگی میکنن و از سایه از لذت میبرن، ولی عده دینه میشه که توجه به می حفظ از این آبادی ندارن. اهمیت حفظ این آبادی ها در چی هست و چی کارهای دقیقا اسلام پیشنهاد کرده تا اینکه انمی آبادی ها پس بمانه، رو به تخریب نره، آبادی که سالهای گذشته شده و احساسه از بین نره، حتی مسئله آثار باستانی که داریم ما، یک نماهای بسیار بزرگی و ساختارهای بسیار بزرگ از ملجسه در بین شهرها هست که بیتوجهی در قسمت از ما صورت گرفته که دقیقا نامو ابهت گذشتگان را میتونه حفظ بکنه و میتونه یک تذکره باشه برای منطقه که مردم او دارن زندگی میکنن.
اهمیت حفظ از اینها در چیست و چی باید کرد تا اینها حفظ بشه؟ تشکر. واضح هست که برای حفظ از اینها میتونیم راه های مختلف در نظر بگیریم. به عبارت دیگر همه ما و شما به نوعی باید احساس مسئولیت بکنیم در برابر حفظ از اینها. در حدیث می آید که امام طبرانی در مجمع خود روایت میکنه، میگه که حضرت ابو دردا صحابی با وفای پیامبر علیه السلام و یکی از شاگردای نازنینشان در جای مشغول نهالشانی بود و نهال غرس میکرد. بعد فردی از کنارشان تیر شد و از مسیر گذر میکرد. بعد رو کرد و حضرت ابو دردا گفت ایر ببین، تو خود صحابی، صحابه پیغمبری، با پیغمبر نشست و برخواستیشی، با صحابه های دیگه برخواست نشست و برخواستیشی، تو دیگه حال چی گفت؟ تو چرا نهال بشنی؟ این کارهای بیهوده و بیفایده چرا تو میکنی؟ بعد حضرت ابو دردا رو میکنه به این نفر میگه خیلی عجله نکو ملامت من، خیلی عجله نکو، من از پیغمبر علیه السلام شنیدم که گفتن هر انسانی که نهال در زمین غرس کنه و از این نهال چی حیوانات، چی انسانها و تمام مخلوقات هر استفاده‌ای که بکنن، هر استفاده‌ای که بکنن در برابر او الله متعال به کسی که این کار کرده و سبب این کار خیر شده به او ثواب میده و صدقه و مزد میده. به این ترتیب تو عجله نکو در ملامتی، ما به این حدیث عمل میکنم و از طرف دیگه این کار کار لهو و لعب و کار بی جای نیه. این خیلی واضح میکنه. به این ترتیب من خیال میکنم به اساس آیات و احادیثی که اینجا هست و عمومیات دین و مقاصد دین هم وقتی اینجا ما مراجعه کنیم خیلی واضح برمیخوریم به این که اولا اصلا نمی کار خیر، کار خیری هست و خوبی داره و فضیلت داره. از طرف دیگه نهال هایی که شانده شده، درخت هایی که بوده، آبادانی هایی که شده، دقیقا ما وظیفه داریم در قسمت حفظ از اونا، مراقبت از اونا. از طرفی او به عبارت دیگر آثار فرهنگی است که گذشته ما و بزرگان ما نشون میده و اهتمام اونا رو به این مسائل نشون میده. و از طرف دیگه دیگرها کاشتن، دیگرها کردن، ما استفاده کردیم و از طرف دیگه حال وظیفه ما هست که ما این کار بکنیم و به دیگرها حفظ کنیم. و به این ترتیب بحث دیگه هم که هست اینه که ما ثروت هایی که داریم تنها از ما نیست، یعنی به عبارت دیگر این ثروت ها از آینده ها هم هست. بله. باید با آیندگان هم برسه، آینده ها هم خبرشن، افرادی که در آینده میان تولد میشن و زاد و ولد صورت میگیره و به این به اصطلاح به این شهر و به این منطقه و به این کشور به وجود میآین، اونا هم به این سهم دارن، به این آبادی ها، به این سبزی ها، به این آثار باستانی و فلان و فلان. به این ترتیب با اونا هم باید تذکر داشته باشه و به اونا هم برسه و اونا هم از این خبر بشه. تشکر جناب استاد. بله عزیزان گرامی، 0-29-15-19-68 در خدمت شما عزیزان قرار داره و دوستانی که سوال دارن میشه که تماس بگیرن. عزیزان تماس گرفتن و نشد که تماس های عزیزان وصل کنیم. در ادامه برنامه اگر سوال دارن میشه که مجددا تماس بگیرن، در خدمتشان هستیم و حتما تماس های عزیزان رو وصل خواهیم نمود. و میریم جناب استاد روی موضوع اصلی که هدف اصلی این برنامه هست، موضوع نشاندن نهال و غرس آن هست. چقدر اهمیت داره تا اینکه، یا هم ارزش داره تا اینکه انسان ها بیام سهم بگیرن به شاندن نهال و دقیقا اقدام بکنن، انجام بدن این کاری نشواره که هر کس اعلان میکنه که نهال شاندن کار خوبیه. بیا حداقل یک نهال غرس بکنن تا یک آینده ها از او استفاده بکنن. قبل از یک تماس داریم. سلام بر شما بینده گرامی. علیکم السلام و رحمت الله. تماس عزیزی که تماس گرفتن قطع شد. همیشه که مجددا تماس بگیرن اگر گفتنی دارم. از آن گرامی وقت سوال داریم میشه که دست بزرگتر بدیم تا اینکه سوال خود رو مطرح کنه و کوشش کنیم دست افراد خود سوال ندیم تا اینکه سوال هم بهتر گرفته بشه. همچنان وقت تماس میگیریم موقعیت برای تماس گرفتن انتخاب میکنیم موقعیت خوبی باشه تا اینکه بتونیم بهتر صدای شما از زانر داشته باشیم. هم شماره تماس هم 0-29-15-19-68 در تلویزیون شما از زان درش گردیده و از اینجا میتونیم که شماره داشته باشیم. بله جناب استاد، میشنیم از شما در رابطه به موضوع اصلی که غرس نهال باشه. تشکر. اهمیت نهال شانی و زراعت و غرس نهال و هر نوع زراعت در سیره پیامبر علیه السلام و همچنین در آیات قرآن کریم خیلی زیاد هست و تأکید شده بر اونا.
ببینیم ما نمونه از او میتونیم در آیات قرآن کریم بیابیم. خیلی واضح الله متعال بر قوم سبا یا سبا که میگن منت میگذاره و یکی از منت هایی که به اونا هست و نعمتی که به اونا ذکر میکنه انمی آبادانی و به عبارت دیگر سرسبزی و غرس نوحال و زراعت هست. الله متعال اونجا میگه لقد کان لسبا فی مسکنهم آیه، برای قوم سبا یقینا در محل سکونت از اونا در منطقه ای که حضور داشتن آیات و نشانه های ما در اونجا بوده. خب چی بوده این نشانه ها و آیات ما و شما؟ جنتان عن یمین و شمال، به هر طرف اینا باغ بوده، بستان بوده، سبزی بوده، درخت بوده. بعد میگه الله تعالی میگه به اونا گفتین کلوا من رزق ربکم و شکروا له، شما از این روزی هایی که الله تعالی نصیب شما کرده بخورین، از این نعمت هایی که به شما داده استفاده کنیم، اما شکر الله را هم بکنیم. بلدتون طیبتون و رب غفور، چی سرزمین پاک و پاکیزه، چی سرزمین سرسبزه، چی یک محیط زیست آماده با پروردگار مهربانی که به شما داده و پروردگار شما مهربان است. اما متاسفانه بعدن این قوم ناسپاسی میکنن، شکر این نعمت ها را انجام نمیدن و شکر نمیکنن. الله متعال نعمت را از اونا میگیره و در ادامه آیه اشاره به اون میشه که این نعمت ها از اونا گرفته شد به اساس ناسپاسی که کردن. برمیگردیم با شما جناب استاد. سلام بر شما بیننده گرامی. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید برادر گرامی، میشنویم از شما. تشکر، بفرمایید سوال داریم میشنویم. در مورد همین ناول خواندن انشاءالله اگر پیشی داشته باشید برای هم انشاءالله ناول رد کنه در منطقه های در مانیتو های که تحقیق امزا بکنه این جامعه هم دیر انشاءالله بحر انشاءالله دور مینه پیشی انشاءالله برزانه ها بکنه. میشه دوباره حرف خود تکرار کنیم در رابطه به نهال شاندن در محیط شلو گفتیم چی باید بشه؟ چی باید بشه؟ را تشیه بکنه همین نهایی که رد مینه درست درست صحیح گرفتم موضوع شما. تشکر از شما، بخیر باشیم، شب شما خوش، خدا نگهدارتون. حتما در این موضوع صحبت خواهد شد و توصیه های خواهند نمود جناب استاد. بله جناب استاد، برمیگردیم به شما و ادامه صحبت های شما رو داریم. اما تماسی هست وصل با هیئت کنیم. سلام بر شما عزیز گرامی. بله سلام علیکم. سلام علیکم. السلام، بفرمایید خواهر گرامی، میشنویم از شما. میگو یک سوال دیستان کمیت مریض و چرا میگم چون این دنه این قلب نداره روش نکرده اینا بسید اطلاع انت گلی ما بوده. خب تشکر، گرفتیم موضوع شما رو، ممنون از شما، خدا نگهدارتون. خب بله جناب استاد، میشنیم از شما رابطه به قرص نهال. بله و همچنین ما در احادیث پیامبر علیه الصلاة و السلام در احادیث سخت تأکید سر احیاء زمین و زراعت زمین و غرس و نهال در اونجا شده. در حدیث پیامبر علیه الصلاة و السلام می فرماین من احیا ارضا میتتا فهی له، او کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. ضمن ازی که در احادیث دیگر پاداش اخروی و ذکر میشه برای غرس و نهال و زراعت و آباد کردن زمین و زراعت در او، در دنیا هم پاداش دین مبارک اسلام در نظر گرفته و پاداش انسان گفتن هر کس یک زمین مرده و بایر و مخروبه آباد میکنه همین زمین هم از او هست و او ملکیت زمین حتی به او تعلق میگیره. خیلی حدیث واضح میگه هر کس که زمین را آباد میکنه همین زمین ملکیت از او به او تعلق میگیره، که این بحث فقها ها در کتاب های فقه بیشتر به نام احیاء مواد بحث میکنن، گاهی به نام باب و احیاء المواد، گاهی به نام کتاب احیاء المواد، و حتی در احادیث هم در کتاب های حدیثی هم این بحث داره. و در حدیث دیگر میگه که و ما اکلت العوافی فهی له صدقتون، و حتی ضمن دی که ملکیت زمین رو دست میاره تحت شرایط هر چیزی که همین حیوانات و پرندگان و خزندگان هم از این استفاده میکنن، از این میوه ای که شانده، از این زراعتی که کش کرده، باز هم ثواب او به اون نفر میرسه.
همه ثواب و صدقه برای از اون نفر میرسه. به این ترتیب اینا همه نشان دهنده ای است که نهالشانی و زراعت و سرسبزی، محیط سبز ایجاد کردن، این خودیو نمونه مهمی و اهمیت بسیار زیادی داره. از طرف دیگه اهمیت از اون میتونیم به این قسمت هم بفهمیم که متاسفانه در کشور ما سالهای زیاد جنگ بوده و درگیری ها بوده و قسمت زیادی از این سرسبزی هایی که در گذشته بوده، درخت هایی که بوده، نهال هایی بوده، ای از بین جنگلاتی که بوده، حتی بالکل همه جنگلات گاهی از بین رفته، قطع شده بدون از یک کس توجه بکنه، متاسفانه چون قانونی نبوده، نظم نبوده. حالا یکی از عوامل عمده صحی که فعلا ما در جامعه خود داریم مریضی ها زیاد شده. بدون شک اگر به اطباء مراجعه کنی یک از عوامل عمده از او انمی وجود کربن دی اکساید که هست، که به عبارت دیگر سبزی کمه تا اکسیژن تولید کنه. اکسیژن وقتی کم باشه خب خامخا مریضی ها ایجاد میشه و همچنین به همین ترتیب گرد و غبار زیادی که داریم، آلودگی که در شهرها داریم، یکی از اسباب عمده از او نبود سبزی هست، نبود درخت سبز هست، نبود محیط سبز هست که هم در روانها تأثیر گذاشته، هم در فکرها، هم در بدن و موارد مثل ازی. در گذشته ها افراد وقتی بیشتر در محیط قریجات و اینا زندگی میکردن، مریضی ها هم کمتر داشتیم و مریضی هم کمتر شناخته بود، چون آب پاک و پاکیزه و زلاله و هوای پاک و پاکیزه و زلال استفاده میکردن و تنفس میکردن، اینا همه به نوع خود صاحب صحت اونا میشد و این از اهمیت اونه و باید به او اهتمام بدیم و شریعت ما و دین ما به این اهتمام داده و ارزش داده. تشکر. سلام بر شما بیننده گرامی. بله سلام علیکم. تماس عزیز ما قطع شد. عزیزان گرامی، وقتی تماس میگیریم کوشش کنیم موقعیت شما برای تماس گرفتن خوب باشه و بلندتر صحبت کنیم. از آن تماس گرفتن و تماسشون قطع شده به علت از اینکه موقعیت خوبی را انتخاب نکردن. بله جناب استاد، میپردازیم به فضائل در رابطه به قرص نهال. چی فضیلت های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این باب بیان فرمودند که باعث تشویق انسان ها برای قرص نهال و برای شاندن ازی و تقدیم تحفه سرسبز برای آینده باشه؟ قبل از تماس وصل میکنیم. خب متاسفانه امشب عزیزان زیاد تماس میگیرن و تماسشون قطع میشه. سلام بر شما. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید خواهر گرامی. در رابطه به چی؟ سبتتف. درست. بخیر باشیم. شب شما خوش. خدا نگهدار شما. خب اولین تماسی بود که ما موفقانه در این شب داشتیم. از آن زیاد تماس میگیرم، متاسفانه تماسشان وقت وصل میشه یا خوب جای خوبی ندارن قطع میشه و یا هم خودشان قطع میکنن. سلام بر شما. علیکم السلام و رحمت الله. برادر گرامی بفرمایید، میشنویم از شما. ما سوالی داشتیم درباره نهال شاندن، که نهال کسی که میتونه و فکر میکنه از این نهال کسی استفاده میکنه با آخرت هم میشه ثواب میرسه یا نه؟ درست، حتما صحبت خواهد شد. ممنون از شما، خدا نگهدارتون. سلام علیکم. حتما روی موضوع این که آیا ثواب اخروی هم دارین قرص نهال یا خیر با جناب استاد صحبت خواهیم نمود. سلام بر شما. بله سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. علیکم السلام و رحمت الله. تشکر برادر عزیز، بفرمایید، میشنویم از شما. استاد قربان بخشیم از این قاری سید یاد سوال داشتم، خدا به عمر شما برکت بده. بفرمایید. همین قاری سید با مسجد جامع اینا ختم میخونم، آیا به وقت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم همین بوده یا نبوده؟ چون اینا هر روز کار از اینا همینه و میخونم در بدل قرآن که میخونم پولم میگیره از مردم. همین استاد قلمو یک رشته ای بدن که ما باید کل همچه سرگیچه این که همین بوده یا نبوده. اگر بوده انشالله. حدیث تقریبی دارم و ما بگم، اگر نبودم هم خدا اینا خیلی بده بگم چی به چی دریده همین. بله صحبت خواهد شد. بخیر باشیم، شب شما خوش. حتما صحبت خواهیم نمود. میپردازیم به صحبت های شما جناب استاد در رابطه به فضائل در قسمت قرص نهال. تشکر. احادیث زیاد هست در این زمینه و یکی از نمونه ها بدون شک نمونه های
صدقه جاریه هست نهال شاندن. همون رقم که در قسمت های دیگه هر صدقه جاریه که انسان هر کار خیری که بکنه، آبادانی که بکنه، مسجدی بسازه، پولی بسازه و انسان ها از او استفاده کنن تا زمانی که استفاده میکنن ثواب به این نفر میرسه، دقیقاً این هم نوعی از صدقه جاریه هست نهال شاندن. تا زمانی که از میوه او و از سبزی او و از سایه او انسان و حیوان و هر مخلوق استفاده کنه، بدون شک ثواب به صاحب او و کسی که در اول او شانده و سبب این کار خیر شده میرسه. حتی میتونیم بگیم به او فرد که بعدها میایه و هیزوم لازم داره ویر داره میگیره قطع میکنه و به توسط از خود خور گرم خواهد کرد، میتونیم ثواب از این هم داشته باشه. و در حدیث پیامبر علیه السلام خیلی زیاد تأکید میکنن و تأکید از اونها اینه که میگن اگر کسی از شما نهالی به دستشان بود، نهالی به دستی بود و قصد شاندن داشت، از طرف دیگه قیامت شد، قیامت که واضحه دیگه حالات از او، احوال از او، دهشت و وحشتی که در اونجا هست واضحه که در آیات میگه که حتی حیوانات چوچه ها خود رها میکنن و انسان ها هر کس به سراغ خود میره و فکر حال خود هست. در اونجا پیامبر علیه السلام میگن اگر یکی از شما نهال و دستی بود و میخواست بشانه و غرس کنه، از طرف دیگه قیامت شد، اگر وقت بود و فرصتی بود نهال رو بشانه بره به طرف حساب و کتاب و طرف قیامت. این نمونه های از تشویق و از فضائلی که در قسمت نهال شانی هست پیامبر علیه السلام تأکید زیاده کردن و این خاطر در زمان سلف صالح و در زمان بزرگا شما میبینیم که هر کدام به نوعی و قسمت آبادانی زمین و انسانها و تعمیر از اونا مشغول بودن و مصروف بودن. سلام بر شما. بله سلام علیکم. جناب استاد، سوال دیگری که مطرح میشه در قسمت نهالشانی موضوع قرص نهال و یا هم گلوگیاه به جهت تجاره هسته که انسان ها دارن او کشت میکنن، پرورش میدن تا بزرگتر بشه و رو به فروش میرسنن. آیا این هم بانوان صدقه جاریه و یا هم بانوان انجام یک عمل خیر میتونیم تلقی بکنیم که مثلا فلان شخص 1000 تا نهال 2000 تا نهال پرورش داده و به مرحله ثمر رسیده و اینا رو عرضه میکنه و بازار رو میفروشه، این عمل این شخص میتونیم بگیم که یک عمل باشه نیک و در این حال یک صدقه جاریه بزرگتر باشه؟ دقیقاً اصل بس همیت گفته. بله، من فکر میکنم که کار از این فردی که به این قسمت مشغول نهالشانی یا فارم نهالشانی داره یا فارم دیگه سبزیجاتی داره، حالا مرغوب و غیر مرغوب، تزینی و غیر تزینی، من خیال میکنم نمونه ادمی کار بزرگ هست، هم از یک طرف که الله متعال به او توفیق داده که سببی کار خیر شده، از طرف دیگر بدون شک پولی که و ثروتی که از این طریق به دست میاد یکی از بهترین کارهای و بهترین روزی ها هست. در او حدیث دارن که پیامبر علیه السلام میفرمایند بهترین غذایی که و طعامی که و ثروتی که انسان به دست آورده یا خورده او عبارت از غذایی بوده که با حوله کف دست یا به دست خود توسط دست خود و عرق جبین خود به دست آورده. در ادامه حدیث پیامبر علیه السلام میفرمایند یک نمونه هم نقل میکنند، میگم داوود علیه السلام پیامبر الله او هم از حوله کف دست نان میخورد و بهترین غذا و بهترین نان بود. مطابق به این حدیث پیامبر علیه السلام میگن که بهترین غذا و بهترین پول یا ثروت پولیه که از حوله کف دست به دست میآید و دقیقاً هم همون نمونه داره و شامل همون سوال میشه. اصل سوال اینجاست که فضایلی که برای افرادی که یک نهال رو میخرن و او را به حساب پرورش میدن و میبرن در زمین خود بعد از خرید او را میشنم، با کسی که این مال را به جهت تجاره پرورش داده آیا یکی است؟ ببینیم متفاوت اصلا بس خوب ایت بسی هست که نیت ها خیلی اینجا اهمیت داره و مهمه. نیت خیلی مهمه. برادری که خود میگیره و میبره میشنشانه نهاله با غرس میکنه به چه نیتی میشانه؟ یک موضوع. و او فرد دیگه هم که خود فارم نهال شنی داره یا نمونه نهال های روش میده یا تزینی یا غیر تزینی به خدمت ملت قرار میده، اول نیت چی است؟ از طرف دیگه در این قسمت ها من فکر میکنم که باید به صورت عمومی بحث بشه، چون ما نیت ها خوانده نمیتنیم و بدون شک هر کدام در این کار خیر سهمی دارن. یعنی در قسمت آباد ساختن منطقه و در قسمت ایجاد محیط زیست و محیط سبز هر کدام سهم خود دارن.
تا او کسی که فرم نهال داره اگر او نهال جور نکنه و مثلا نشانه و روش نده و بر نرسونه نهالی از کجا بیارن مردم؟ بله. بنابراین هم او شریک در این کار خیر و هم این فردی که باز میخره و هم او بیموز نمیکنه و باز میره خود میشانه و ای در این قسمت ایجاد فضای سبز کمک میکنه، هر دو بدون شک هم خواهند داشت و فضایل خواهند داشت. بله. تماسی دارین؟ سلام بر شما. بله سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید خواهر گرامی. بفرمایید عزیز که تماس گرفتیم، ممنون از شما میشنوید. درخت سی که نظاره آمده داخل مسجد خونه، ما میخواییم رو قطع کنیم، این زمان سکتی سن کنیم. درخت توت یا داخل مسجد گفتیم، درسته؟ درخت توت بخونه، داخل خونه و نقشی هم نمره کردیم و اینه بسن بکنیم بسنات. درست، صحیح گرفتم سوال شما. ممنون از شما برادر گرامی، ممنون، بخیر باشید، شب شما خوش. جناب استاد، به موضوع عمده شما اشاره کردیم، موضوع محیط زیست یا هم محیط سرسبز. وظیفه کیست تا اینکه محیط های آزاد و سبز ایجاد بکنه تا اینکه عموم مردم از او استفاده بکنن، خواه ما خود در شهرهای بزرگ و در شهرهایی که نفوس بیشتری هستن، همگی نمیتونن خانه کلان داشته باشن، یک فضای بزرگ داشته باشن تا در اونجا بیام نهال قرص بکنن و در سایه از او بنشینن و از او استفاده بکنن و نیاز هم داره، انسان به سایه یک نهال و یک درخت نیاز داره. حالا باید محیط های سرسبز عمومی باشه تا اینکه افرادی که بی بضاعت هستن، افرادی که مکان زیاده و یا هم خانه بزرگ ندارن، بیام در اونجا بنشینن و از این فضای سبز و از این اکسیژن که تولید میشه از استفاده بکنن. وظیفه کیست تا اینکه این فضای ایجاد بکنه و حفظ داشته باشه؟ تشکر. واضح هست که ذهن ها ابتدا به طرف دولت میره، طرف کسانی که در رأس امور قرار دادن و در چوکی ها نشسته هستند. اولین بخشی که مربوط به اونا میشه همی هست، در هر شهر دولت و دولت مردان وظیفه دارن، شاروالی ها یا هر فرد دیگری که در مسئولیت به اون مربوط میشه وظیفه دارن تا مناطق را به نام مناطق سبز یا بیس مناطق سبز ایجاد کنن، حالا پارک های اماکن دیگری برای تفریح و اینا ایجاد کنن که هم مردم از او استفاده کنن و هم محیط سبزی ایجاد شه تا اکسیژن او، تا هوای مناسب او به دیگرا برسه و استفاده کنن. ده. و از طرف دیگر الحمدلله ما در شهر خود نمونه های در گذشته ها زیاد داشتیم، حالا کم کمتر داریم. من خیال میکنم آنچه که مهمتر اینه که همونایی که بوده حداقل اونها حفظ بشه، که متاسفانه در قسمت اونا کمی کم کاری های صورت میگیره از قبیل آبیاری و از قبیل کندن اونا و عوض تعویض نکردن اونا. حتی در شهر ما در گذشته ها بزرگانی که بودن خدا اون رو خیر بده، یعنی نوجوهایی که ما در هرات داریم، یک نمونه خیلی از صدقه جاریه و از فضای سبز هست. از دور می‌بینی، از بیرون از شهر می‌بینی شهر سبزه و خب سبز می‌زنه از دور و چشم خیره می‌کنه به عبارت دیگری. و این بدون شک ثواب زمین از اونها میرسه. حالا ما به حیث کسانی که بعد از اونها اومدیم وظیفه داریم که در قسمت محافظت و مراقبت از اینا سعی کنیم. اگر نوجوی خوش شده و درخت خوش شده، چرا خوش شده؟ عامل او چی بوده؟ کسی او رو خوش کرده؟ تیزاب بیخ از او ریختن و کنار او ریختن؟ یا نه به صورت عادی خوش شده؟ و اگر عادی خوش شده، خب صدها من به عبارت این هیزم داره، خب هیزم از این که گرفته شاروال میگیره یا کسی دیگر شاروالی میگیره، خب عوض از یک نهال خورده خود دقل باید بنشانه و از اون محافظت کنه. به این ترتیب اول مسئولیت به دوش دولت مردا هست و کسانی که در این قسمت چی محیط زیست، ریاست محیط زیست و چی شاروالی و موارد مثلی. در قدم بعدی تجار ما همین وظیفه را دارن و این مسئولیت دارن و اگر توانایی رو داشته باشن در این قسمت ایجاد کنن چنین کاری. مثلا من در هرات کمتر دیدم، در کابل چند جا دیدم که یک سری تجارها کار خیلی جور کردن، یک منطقه زمین ها به اجازه دولت گرفتن، حالا اونجور منطقه سرسبز جور کردن، منطقه که در اونجا مردم به تفریح هم میرن، تفریح مناسب و سالم، جا هم جای مناسب و سالمی هست
و هم از مردم چیزی جمع میکنن به حساب هم مادیات و اینا که از مصرف خور بشه و هم مردم استفاده میکنن و استفاده خیر و خوب میکنن. که به این ترتیب هر کدام ما در این قسمت وظیفه داریم، هم دولت هم تاجرها و کسانی که دست اینا میرسه و توانایی او دارن. پس یک بخش عمده برمیگرده به خود مردم تا اینکه حفظ انمی محیط را داشته باشن. اگر قرار باشه در محیط سرسبز که ایجاد شده مو اشغال و سعی میکنیم هر اضافگی که دارم اونجا بندازم خامخواه از بین میره و محیط را پس تبدیل میکنیم به یک مخروبه. پس نیازه که توجه داشته باشن مردم ما. سلام بر شما بینده گرامی. بله سلام علیکم. تماس عزیزی که تماس گرفتن قطع شد. 0725-1968 در خدمت همه عزیزان قرار دارم و کسانی که سوال دارم یا هم گفتنی دارم میشه که تماس بگیرم و وصل خواهیم نمود. سلام بر شما. بله سلام علیکم. بینده گرامی تماس شما وصل شده. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید میشنیم از شما سوالی داریم. مطرح ما که به جماعت برین مرایی از خطب خودبان ببینو که شما میرسیم و همه شما کلام از بله و صدا بگیم. درسته، تشکر. سوال شما گرفتم، ممنون، بخیر باشه. برادر ما بودن و در رابطه به نماز جماعت سوال داشتن. انشاءالله جناب استاد پاسخ میدن. از آن گرامی یک وقفه کوتاهی داریم و بعد از وقفه برمیگردیم. سلام مجدد خدمت همه عزیزانی که با ما همراه هستند. ادامه برنامه خوش آمدید. موضوع برنامه ما در رابطه به آبادی و اسلام، دیدگاه اسلام در رابطه با آبادی است و همچنین قرص نهال، شاندن از او، پرورش از او، حفظ از او و فضایلی که قرص نهال داره با جناب استاد صحبت کردیم و میریم سراغ سوالاتی که عزیزان تماس گرفتن و پرسش کردن. انشاءالله که بتانیم همه سوالات را پاسخ بدیم. با ما همراه باشین. جناب استاد در آغاز خواهرمون در رابطه به سقط جنین سوال داشتن که آیا جواز داره که سقط جنین را کدام خواهر انجام بده یا خیر، در چه شرایط جوازی هست؟ موضوع سقط جنین یک موضوع بحث برانگیزی هست در بین فقها و مباحث زیادی هم پیرامون او شده. حالا یک بحث عذر هست، در حالاتی که عذر به این معنا که یعنی زندگی مادر در خطر باشه، این خب عموما فقها جواز میدن. یعنی اگر این جنین قرار باشه این طفل در بطن مادر کلان بشه و بزرگ بشه که باز تولد بشه، ممکنه جان مادر رو به خطر بندازه و سبب مردن مادر بشه. در این صورت همه فقها اتفاق دارن که بله سقط از این باید بشه تا اینکه از ضرر کلانتر جلوگیری شه. اما حالات دیگه متفاوته. در حالات عدی که هیچ ضرری هم متوجه مادر نیست، نه خطر مرگ از او هست نه موارد مثلی، حالات متفاوت است. یک حالتی هست که جنین هنوز زنده نشده، در هفته های اول قرار داره و بقیه حالات حالاتی هست که نه جنین زنده شده و به اصطلاح از به ماه چهارم خانم داخل شده و حالا طفل یا جنین چهار ماهه شده و بعد از او هست. در حالت اول که در حالت عدی باشه و طفل هنوز زنده نشده، علما و فقهای حنفی رو مکروه میدانن سقط چنین جنینی که هنوز زنده نشده و در بطن مادر هست. حالا فرزند الله متعال داده، خوب بود اول وسایل و امکانات رو در نظر می گرفتن، اگر نیاز نداشتن و مشکلات داشتن شرایط خود می سنجیدن. حالا که طفل داده الله متعال، خوبه که او رو باز اسباب آماده شدن یا تولد او رو فراهم کنن. اما بعد از اینکه زنده میشه در بطن مادر، باز او حرام میدانن و سقط از او کاملا گناهه و او حرام است. نفس یک انسانه دیگه. بالکل یک انسان زنده جان است. برادر ما در رابطه به فضایل نهال شاندن سوال کردن که گفتنی های لازم گفته شده و همچنین برادر دیگر سوال داشتن در رابطه به حکم خواندن قرآن یا هم ختم از او در مراسم فاتحه خوانی. ببینیم اصل خوب این چیز ثابته هست که
ثواب ها و کارهای خوب و صدقه به میت میرسه، در این شکی نیست. حالا هیچ صدقه ای باشه که در به کسی به فقیری داده شه، یا نماز خونده شه، یا حج عوض اون میت رفته شه که اینا در احادیث ثابت هست، یا تلاوت از آیات قرآن کریم خونده شه و یا دعایی بشه برای میت، اینا خود ثواب از اون بدون شک برای میت میرسه و خواهد رسید و احادیث هم این ثابت هست. اما آنچه که بیشتر تأکید برادر ما بود سر نوع محافل ترحیمی که ما در افغانستان داریم و در بعضی از کشورهای دیگه، این که به مسجد جمع میشن و تعداد تلاوت میشه و دعای میشه و اینا، خب واضحه که در صدر اسلامی نبوده به این رقم و پیامبر صلوات و سلام در زمان از اونها چنین حالاتی نبوده و چنین مراسمی نبوده که مسجد جمع میشن. خب بر اساس مشکلات و بر اساس حالات زمانه و ضروراتی که هست، ایرالات تعداد از علما جواز دادن، نه از که حالا به یک جای گرفته شه که جای عمومی تر باشه، شاید ما در خانه خود خانه خورده داشته باشم، جای چنین نباشه که اگر این نفرها بیایم برن و تسلیت و فاتحه، این یک بس هست که تعداد جواز دادن حالا میشه که باشه. اما در بحث تلاوت و پول گرفتن در مقابل از او، آنچه که واضح هست خوب در اصل و در زمان پیامبر و سلف و صالح هم همین رقم بوده که در مقابل قرآن کریم، در مقابل امامت و در مقابل کارهای دینی کسی چیزی نمیگیرید، حتی تدریس علوم دینی، تدریس قرآن پول گرفته نمیشد و همین رقم هم جا افتاده بود از زمان پیامبر به بعد. اما علمای متأخر آمدن در برابر اینا جواز دادن که کسی چیزی بگیره، در برابر آموزش قرآن کریم، تعلیم علوم دینی، امامت و موارد مثل ازی. اما در قسمت این حالات من خیال میکنم مشکل نخواهد داشت و میتونه اینا گرفته شه، خب به اساس فتوای هم که داره و ضرورت هم هست. حالا عالمی که میاد تدریس میکنه یا امامت میده از جهت دیگه هم پیدای نداره و اینجی هم این کار نکنه، خب سرانجام این سبب میشه که دین ضربه ببینه، دیگه جماعت نشه، مسجد خیلی باشه، امام نباشه، درس های دینی نباشه، موارد مثل ازی. خب دوست ما اشاره کردم برای من که تو مدت اینجا هم بودی، خب شاید مردیده بودن، خب منتها نمیفهمم به زودی ها مر ندیده باشن. من از سال 93 به طرف نبودم اونجا، قبل از سال 93 یعنی 8-9 سال پیش من بودم، خب از اون بعد نیازی نبود به او و ضرورت نداشتم به این ترتیب اونجا نبودم، ولی جاهای دیگه هستم و کارهای دیگه میکنم الحمدلله، رزق و روزی را الله متعال میرسانه. خب قبل از اون بوده، شاید حافظین ها که من که زمان جمع کرده و خیال میکنن که اون زمان بوده، چند روز پیشی بوده، ولی من هم که ایته بگم جواز 100% داره. خب اگر حال خود رسم شده، حال خود جا افتاده، یک عرف شده، حال عرفی که کدام ممانعتی با شریعت هم نداره این فاتحه نو فاتحه گرفتن، اگر اونا دوست دارن که این نو فاتحه رو نمیگیرن، خب گپ خوبیه. مثلا حال ما نمونه ها داریم به دلیل کرونا میگم، یا بعضی هم به دلیل سنت بودن میگن فاتحه نمیگیرن، واقعیت فاتحه زمان پیامبر علیه الصلاه و السلام همین رقم بوده. خال زمان فرق کرده، افراد زیاد شدن، همه شاید به جنازه نرسن، از طرف دیگر آمدن به تسلیت و فاتحه خب یک با سنته، خب میتونه به خانه بیان، خونه اگر جانیه به مسجد و موارد مثل هست. برادر ما گفتن که درخت توت در داخل خانه برزمان زرد و میخوام که این قطع کنم، کدام گناه داره در قطع این؟ ببینیم مشهور است و اطراف همین گپا هست که درخت های توت خصوصا یا درخت های میوه نباید قطع شه. اصل به این هست که آیا واقعا نیازی به اونیه یا مشکلی به اونا پیش شده، سد معبر شده، سد راه شده یا نشده. اگر خب بهتر همینه که درخت میوه یا سبزی خود هم داره قطع نشه، اما اگر باز قطع میکنن، خب اگر ممکن باشه که او انتقال دن به جای دیگری، خب انتقال دن به جای دیگری بود. و در غیر از او اگر ممانعت مشکلی هم خیال میکنم گناه نداره، خب میشه که او قطع کنن چون سد معبر شده یا مشکل دیگه ایجاد کرد. و برادر ما گفتن که به جماعت نمیرسیم و وقتی میرسیم رکعات خوانده شده، آیا ما هم اعوذ بالله و سبحان الله سبحانک اللهم را داشته باشیم یا خیر بریم مستقیم به رکوع هستم به رکوع، به سجده هستم به سجده بریم؟ حالات متفاوت هست. حالتی هست که شما وقتی به مسجد به نماز میرسیم، خب امام قرائت شروع کرده و تلاوت میکنه، حالا یا سوره فاتحه میخونه یا سوره دیگری، استاد هست امام. در هیت حالت خب شما میریم مستقیم تکبیر میگیم، تکبیر تحریمه میگیم و دستار بسته میکنیم.
یک بس اعوذ بالله و بسم الله هست که اونا اصلا مقتدی نباید اونا بگه. اونا وظیفه امام هست که امام چون تلاوت میکنه و قرائت میخونه و مقتدی گوش میکنه، امام اعوذ بالله و بسم الله میگه، نه مقتدی. در قسمت سبحانک اللهم دو تا نظر دادن علما، هر دو هم نظرات صحیح است. یکی گفتن که نخونه، سنت هست و اما استماع تلاوت باز واجب هست، نیازی نیه بخونه. و تعداد گفتن اگر باز هم خیلی علاقه مند خواندن سبحانک اللهم هست، میتونه که در بین فواصل آیات بخونه. یعنی وقت امام میگه الحمدلله رب العالمین، اینجا مکس میکنه و نفس میکشه، این بیایه بگه سبحانک اللهم. باز گفت الرحمن الرحیم، امام گفت اینجا استاد شد. در همی حالتی که این استاد میشه و تا آیر چیز میکنه، باز یکی دو کلمه دیگه از سبحانک اللهم بخانه بیرن. اما اگر امام باز به رکوع رفته دیگه، در او وقت سبحانک اللهم من ساقط میشه، اعوذ بالله بسم الله، خوب وظیفه از اون نیست، مقتدی نیست، امام میگه. بله تشکر. تماس رو اصل میکنیم. سلام بر شما بینده گرامی. بله سلام علیکم، بفرماییم برادر گرامی. بله تشکر از شما، میشنیم سوال شما. این سوال داشتنه که اول این طریقه و فرمیدار معنی از این چیه؟ دیوم هم یه که استاد داشتیم و خداوند دیوم از این مردم علا تشعیه بودرده خداوند که معامله ها داشتیم در ایران، خداوند دیوم از فیت کردنه ولی دیسی شیر قرد براتش خیلی میبینه مثلا اصابه دارم خداوند من طلاب هست من طلاب هستم. درست، ممنون از شما، بخیر باشیم، شب شما خوش، خدا نگه. بله میپردازیم به ادامه سوالات. برادر ما گفتن که زمین از پدر ما مونده و این زمین وصیت شده بوده که این زمین یا هم قیمت از این برای ما صدقه یا هم خیرات را داشته باشیم، و حالا میگن که توان ما نمیکشه تا اینکه ما بفروشیم و یا هم نیاز داریم به او نمیتونیم فروخته و او وصیت را انجام ندادیم، کدام گناهی هست بعد همه اجرای وصیت؟ تشکر. وصیت از واجبات هست و حکم از واجبه، البته با تفاوت ای که مقدار از او بس هست. ای برادر ما مثلا اگر پدر نفوت شده خدا بیامرزه و وصیتی کرده بودن، اجرای وصیت خود لازم هست بدون شک، اما بس اینه که ترکه اینا چوخ زر بوده، چی از اونا مانده؟ تنها همین زمین مانده یا چیز دیگری مانده؟ اگر تنها زمین مانده خب سیک از این بله باید بدن در مسیری که گفته شده، حال خیرات گفته شده و مسجد گفته شده، پول از گفته شده خود زمین، بله این خود از واجبات هست که باید پرداخت بشه. اما اگر ترکه بیشتر از این هست و زمین به اندازه یک سوم از اونو میتنه بشه، کل زمین باید داده شه و اجرای او واجبه و ترک واجب من خواه گناه و عقاب با خود داره. و برادر دیگر ما سوال داشتن، گفتم آیا زنها احتلام میشن و اگر میشن غسل بر اونها واجب هست یا خیر؟ این سوالی هست که در زمان پیامبر علیه السلام نمونه از این هم رخ داده بود. خانم میای خدمت پیامبر علیه السلام و همچنین سوال مطرح میکنه به پیامبر علیه السلام و میگه که آیا ممکنه که زنها هم احتلام بشن؟ به عبارت دیگر ممکنه زنها هم شیطانی بشن یا خواب شیطانی ببینن؟ بعد اونجا پیامبر علیه السلام جواب به اونا میدن که بله ممکنه این کار بشه، البته در اکثریت نیست و اساس تجربه و مشاهده کمتر هست، ولی اگر در چنین موارد اتفاق صورت گرفت بله دقیقا غسل بر اونا لازم میشه و واجب میشه. نام میلاد گفتن چگونه هست و گذاشتن از روی کدام شخصه؟ من فکر میکنم ممانعتی نداره، مشکلی نداره، نام خوبی هست، از خیلی از این نامهایی که متاسفانه فعلا گذاشته میشه و اصلا نداره، نام بهتری است، نام مبارکی است. و خواب هم گفتن که با کدام فرد داد و ستد داشتن که از اهل تشیع بوده و حالا هر شب در خواب چند شب میشه که خواب میبینن، چی تعبیر خواهد داشت؟ خب تعبیر خواب خوب بحث جدای هست، تعبیر خواب حالت خاص خود داره و باید به معبر مراجعه شه، اما آنچه که واضح هست خب و ظاهر قضیه همیر میرسانه اینه که ممکن هست در بین از اینا چیزهای مانده باشه و از معاملاتی که کردن تصفیه حساب نشده یا از اون طرف یا از این طرف مانده باشه، یک نشانه میتونه به این کار باشه. خب خوبه برادرم ها مراجعه کنن به ورثه از اونا، اگر اینا چیزی از اونا مایم خب میشه هم حلال کنن، اگر نمیشه باز از اونا بستانن، یا برعکس اگر چیزی به این برادر مانده پیش از اینا خب به ورثه از او بپردازن
و در مجموع حلالیت بطلم و یک دیگر حلال کنن. این میتونه نمونه از اون باشه، خوبه باشه، نشانه برای همین موضوع باشه تا راحت شن با موارد میستد. تشکر جناب استاد، ممنون از شما، ممنون از گفتنی های خوب شما و تشکر از اینکه تشریف آوردیم به برنامه. سلامت باشیم، خوشحال شدم از اینکه با شما بودم و با بینندگان عزیز شما بودم. موفق و معید باشه. سلام باشه. و تشکر از شما عزیزان که تا اخیر برنامه ما را همراه بودین. این بود داشتن این برنامه که خدمت شما عزیزان به نشر رسید. امید است که استفاده نموده باشیم و در زندگی خود انشاءالله تطبیق بکنیم شعاره که همه کس میده نهال شدن کار خوبی است، حتما انجام بدیم و نهال القرض بکنیم. تا برنامه دیگر شما را به الله پاک مسپارم. الله یار و نگهدارتان.